به نام حق و حقیقت، درود بر شما حقجویان گرامی. این قسمت میخواییم برای شما عزیزان تقریر برهان وجوب امکان بر اساس امکان فقری را با همدیگه بررسی بکنیم. قسمت قبل یک توضیح مختصری دادم، گفتم که کسانی که میگن این مفهوم، مثلا مفهوم درخت، ممکن الوجود یا واجب الوجوده، دارن ماهیتش رو مورد بحث قرار میدن. میگن ماهیت درخت، مفهوم درخت، ذات درخت، این وجود براش هم میشود نمیشود، حملی که میشود واجب است یا ممکن است، و اگر واجب باشه که بشه هم بشه میگن واجب الوجود، اگر ممکن باشه بشه هم بشه میگن ممکن الوجود. و گفتیم که به همه ماهیت ها واجبه که وجود داشتن هم بشه، یعنی همه ماهیت ها واجب الوجودن، و ما نمیفهمیم که اینا میگن مثلا مفهوم درخت ممکن الوجود یعنی چی. هر تعبیری اینها وجوب امکان رو داشتن به ماهیت ها هم میکردن، یعنی میگفتن ماهیت درخت، مفهوم درخته که ممکن الوجوده یا واجب الوجوده. خود درختی که ما داریم تصویرش رو میبینیم، این تصویر، این واقعیت درخت، این لمسی که من دارم مثلا تنه درخت رو لمس میکنم، این سیگنال های الکتریکی که به مغز من داره وارد میشه، اینها که دیگه اصلا وجوب امکان بهش ارتباطی نداره. گفتم که جناب آقای ملا صدرا دوست داشتش که وجوب امکان رو بیاره به خود این ادراکات، به خود این وجود حمل بکنه، نه به ماهیت ها. اونجا توی برهان خواجه نصیر یادتون هست وقتی میگفتش که علتش یا ممکن الوجود یا واجب الوجود، مجبور بود که علتش رو ببین، حالا ماهیت علتش یا واجب الوجود یا ممکن الوجود یادتون هست که نه، یعنی واجب و ممکن وصف ماهیت میشد. خب این ملا صدرا میخواست از این مسئله فرار بکنه، اومد یک چیز رو تعریف کرد به نام امکان فقری. گفتم که ما واجب الوجود رو چون یک مفهوم ذهنی هست، اگر بخوایم بیایم تو جهان خارج معادل سازی بکنیم، باید یه جوری معادل سازیش بکنیم، یعنی ما واجب الوجود توی جهان خارج نداریم. واجب الوجود رو میتونیم بگیم موجود ازلی و ابدی. ببینید این واجب الوجود نیست، تا واجب الوجود یعنی موجودی که وجود داشتن بر اون چیز هم میشود و این هم حمله واجب است. خب یک مفهوم ذهنیه دیگه، یعنی وجود داشتن بر ماهیتش باید هم بشه، اونم حمله اولی که بیاد، مثلا اون حمله اولی یکی از ذاتیات مفهوم باشه و واجب باشه. خب اینا میگن که ما اینو نمیخوایم. خب این چه ربطی داره به ازلی و ابدی بودن؟ خب یه مفهومیه، حالا مثلا تقریبا ما اینا رو با هم اومدیم هم معنی گرفتیم، نه یک معنی نیستن. یا موجودی که در همه زمانها و همه مکانها باشد، یا موجودی که علت نداشته باشد. ببینید ما اومدیم یک جوری معادل سازی کردیم، گفتیم واجب الوجود که یک چیز ذهنی بود رو بیایم توی عالم خارج براش یک معادل سازی بکنیم. اینا میخوان بیان ممکن الوجود رو تو جهان خارج معادل سازی بکنن، یعنی دیگه ما بریم پیکسل ها رو برداریم نگاه کنیم بگیم این 4 تا پیکسل ممکن الوجودن، این 4 تا پیکسل ممکن الوجود نیستن، این 4 تا پیکسل باید ویژگی داشته باشن که بشن ممکن الوجود. دیگه این چیزی که ما در جهان خارج داریم میبینیم، این ادراک، این چیز واقعی، اینو چه جوری بگیم که ممکن الوجود یا واجب الوجود. اینا بعدن گفتن که هر چیزی که علتی داشته باشه، گفته که اون چیزایی که نیازمند به غیر هستند، فقیر و نیازمند به غیر هستند، اینا رو ما بهش میگیم ممکن الوجود فقری، امکان فقری دارن اینا، یعنی به اصطلاح خود چیزایی که وابسته هستند، مستقل نیستن. واقعا من نمیتونم بگم که آتش یک موجود غیر مستقله. درسته که آتش به جرقه احتیاج دارد، درسته که آتش به اکسیژن احتیاج دارد، اگر اکسیژن نباشد آتشی در کار نیست، ولی حالا که اکسیژن هست آتش یک موجود مستقل هست. علت داشتن با استقلال نداشتن دو تا معنی مختلفه، یعنی اینا رو نباید کسی یکی در نظر بگیره. اینا بحثشون بحث معنای حرفیه اصلا، یعنی حالا بذارید من یه مثالی براتون بزنم. همون بحث کتابی که اولی و دومی میده در نظر بگیرید، گفتم اولی هست دومی هست کتاب هست، اولی کتابو برمی‌داره به دومی میده، ولی توی بحث وجود دادن، چون اینا تصور میکنن که وجود به یکی برمی‌داره به دیگری میده، میگن خب دومی که نیست اصلا، خود وجود هم که چیزی نیست که بخواد داده بشه، پس اصلا اون معلول وجود نداره واقعا، فقط علتی که وجود داره و معلول یک بازتابی از خود علته. علت رو ما داریم از یک زاویه نگاه میکنیم، شبیه معلول دیده میشه، اصلا علت واقعا معلولی نیست. در واقع حالا جناب ملا صدرا ظاهرا اینا جرقه و سوخت و اکسیژن هم علت آتش در نظر نمیگیرن، اون تعریفی که ما از علت داشتیم با تعریفی که اینا از علت دارن متفاوت هست. اینا ظاهرا علت آتش رو یه چیزی در نظر میگیرن که اصلا اونه، فقط آتش یک تجلی از اونه و اکسیژن هم یک تجلی از اون هست و جرقه و سوخت هم تجلی از وجود اون وجود حقیقی است و همه چیز اینجا مجازی است، اصلا معلول وجود نداره، فقط علته که وجود داره. اون چیزی هم که ما فکر میکنیم وجود داره یک وجود فقیر نیازمند وابسته است و اصلا وجودی نیست، یک تصویری که در آینه افتاده از یک چیزی و کلا اون تصویر وابسته به همون چیزه، یعنی اون چیز یکم جابجا بشه تصویرم جابجا میشه، اگه بره تصویرم میره، اگه باشه تصویر هست، و به همین میزان که تصویر آینه وابسته به صاحب تصویر هست، به همین میزان این معلول وابسته به علت هست. یعنی علت ها رو علت هستی بخش، اونم نه علت هستی بخش اینکه هستی رو بده بره، نه، یعنی علت هستی بخش دائمی، یعنی به محض اینکه بره اینم از بین میره، دوام علت و معلول رو با هم اینا در نظر میگیرن.
بحثاشو توی بحث علیت کردیم، کلا همش ادعای محض. ولی خب حالا اینجوری نمیگن دیگه، اینا تصورشون از علت اینه که یک چیزی هست که داره به همه چیز هستی میده و یک ثانیه خوابش ببره همه هستی ها محو میشه. گفتم همون تنها تصوری که میشه کرد که حرف اینا معنی داشته باشه تصور دنیای مجازیه. نمیدونم چرا اینقدر فلاسفه اسلامی به دنیای مجازی علاقه مندن، یعنی اینکه یک دنیای مثل ماتریکس رو در نظر بگیرید که کامپیوتری هست داره همه چیز رو وجود میده و یک ثانیه الان اول کامپیوتر خوابش ببره هک بشه مثلا برقش بره کلا همه چیز سیاه میشه و اینا تصورشون اینه. یعنی میگن که آتشی در واقع نیست، اکسیژنی هم در واقع نیست، تو دنیای مجازی واقعا اکسیژن و آتش و سوخت اینا نیستن دیگه، واقعا یک کامپیوتره که داره اطلاعات میده به ذهن همه ما. حالا این آتش و اکسیژن و سوخت اینا یه سری حالا وهم وابسته یه نیازمند فقیره، کلا هیچ چیزی از خودش نداره و در واقع همه چیز هم کامپیوتر است. اینا فقط یک سری سیگنال های الکتریکی الکیه که به مغز ما داره میده، ما آتش انتظار کردیم. در واقع اصل اون چیزی که وجود داره اون سیگنالیه که داره از اون کامپیوتر به مغز من وارد میشه، اونه که واقعیه. این آتش مجازیه، این آتش الکیه، اکسیژن هم الکیه. ما فکر میکنیم به علت همزمانی های مکرر اکسیژن علت آتشه، علت بودنش هم علت الکیه. علت اصلی همون کامپیوتر است که حالا بهش میگن خدا و همونه که فقط اصله و همونه که علت همه چیزه و بقیه چیزا فقیرن و نیازمند و وابسته و غیر مستقل. خب تعریف کن فقیر رو نمیدونم خوب متوجه شدین یا نه. اینا میخوان وقتی مدل سازی بکنن در جهان خارج میگن اون داده هایی که از جهان خارج شما درک میکنید که داده ها داده های مستقلی نیستن، اینا همشون امکان فقری دارن. هر چیزی که شما دیدی وجود وابسته بدون که این امکان فقریه. خب این نقد وارده به ملا صدرا، من وابستگی رو چجوری درک بکنم؟ پیکسل پیکسل دیگه، من از کجا بفهمم پیکسل وابسته است این پیکسل وابسته نیست؟ یک سیگنال حرارتی من دریافت میکنم، این سیگنال حرارتی چجوری متوجه شم که وابسته هست یا وابسته نیست؟ واقعیت اینه که من از اونجایی فهمیدم آتش علت دارد که بارها بارها من آتش و اکسیژن رو کنار هم درک کردم. بدون اکسیژن اومدم تست کردم دیدم آتش صورت نمیگیره، آزمایش‌های مختلفی انجام دادم، چیزهای مختلفی رو انتظار کردم، شرایط ایجاد آتش رو مثلا علت‌های آتش رو من اومدم انتظار کردم و بعد فهمیدم که مثلا اکسیژن علت آتش هست. من با دیدن یک سیگنال حرارتی کف دستم که نفهمیدم این آتش مثلا وابسته هست یا نیست، که مستقل هست یا نیست، که فقیر هست یا فقیر نیست. اینا خیال ما رو راحت کردن، گفتن آقا خیالت راحت، همه چیز فقیره، همه چیز معلوله، همه چیز غیر مستقله. هر چیزی که شما داری می‌بینی این رو پیش فرضت این باشه که شما داری یه چیز غیر مستقل و وابسته رو نگاه می‌کنی، همه چیز غیر مستقل. خب حالا این ادعای شما، یعنی فرض کردن که همه چیز ممکنه فقری هست و الا تشخیص امکان فقری با ادراکات ما ممکن نیست. یعنی ما با لمس کردن و با چشم و با بویدن نمیتونیم بفهمیم که آقا این چیزی که داریم لمس می‌کنیم ممکنه فقری هست یا نه، یعنی وابسته به دیگری هست یا نه، علت دارد یا نداره. ما علت داشتن نمیتونیم با مشاهده با ادراک یک ادراک بفهمیم که این علت دارد یا نداره. این رو به عنوان یک اصل میان در نظر میگیرن که آقا همه چیز، حالا همه چیزی که ما درک میکنیم نه همه چیز، یا بذارید من اینجوری بگم که بعدن به تناقض نخوریم، بیشتر چیزایی که ما داریم درک میکنیم یا حداقل یک چیز از چیزایی که ما داریم درک میکنیم این امکان فقری داره. خب اینو به عنوان گزاره یک پذیرفتیم. گزاره دو میاد میگه چی؟ البته اینو به صورت گزاره ای نمیگن، کلا به صورت یک پاراگراف پیام میکنن، بعد گزاره را توش در بیاریم. پاراگرافش این گونه است، میگه که هستی ممکن الوجود عین نیاز و وابستگی به غیر است و مستقل نیست. حقیقت چنین موجودی بدون غیری که طرف نیاز و پیوند آن باشد ممکن نیست. یعنی میگه وجود وابسته اصلا اسمش هست که وابسته است، یعنی به یه چیزی بسته است دیگه. پس باید یک طرف نیاز داشته باشه، اون پیوندش رو هوا نمیتونه باشه، اون پیوندش باید به یه چیزی باشه. خب بعد میگه از اونجا که هر ممکن الوجودی که ما در نظر بگیریم عین فقر و نیازمندی است و از خود چیزی ندارد، پس اون غیر نمیتونه خودش ممکن الوجود باشه، بلکه اون غیر باید موجودی باشد که از فقر و نیاز مبرا بوده باشد و بی‌نیازی عین ذات او باشد. نکنید اینا میگن اصلا ما سلسله ای در کار نداریم، هر ممکن الوجودی بدون هیچ واسطه ای به واجب الوجود چسبیده است. اینو من نمیدونم از کجاشون در میارن. میگن میگه چون ممکن الوجود عین فقر و نیازمندی است و از خودش چیزی نداره، باید به یک غیری متصل باشه و اون غیره نمیتونه ممکن الوجود باشه چون نباید فقیر باشه. خب من میگم ممکنه فقیر باشه که از یک غنی پول گرفته باشه، حالا نصف پولش هم بده به یه فقیر دیگه، این چه اشکالی داره؟ یعنی چه اشکالی داره که علت این چیزی که شما الان دارید اینجا میبینید خودش معلول یک چیز دیگه باشه؟ از اون وجود میگیره به یکی وجود میده، وقتی خودش وجود گرفت که خودش شد پولدار دیگه، حالا میاد به فقیر دیگه پول میده، این اشکالش چیه؟ به چه علتی، به چه دلیلی، به چه برهانی شما همینجوری دارین ادعا میکنید که هر ممکن الوجودی بی واسطه به واجب الوجود متصله؟ میگم فرضش فقط همون فرض دنیای مجازی میشه. اینا خیلی اصرار دارن بدون اثبات این فرض رو فقط شکل اثبات بهش بدن بیان مطرح بکنن. میگه که هر ممکن الوجودی عین فقر و نیازمندی است، از خودش چیزی نداره، پس اون غیر که این بهش وصله نمیتونه خودش ممکن الوجود باشه، بلکه اون غیر باید موجودی باشه که از فقر و نیاز مبرا بوده و بی‌نیازی عین ذات او باشه. چرا؟ که همان واجب الوجود به ذات است. بنابراین همه ممکن الوجودها نشانه و آیتی برای اثبات موجود مستقل
مستقل به نیاز هستن. میگه هر چیزی که دیدین شما وابسته است، باید این رو متوجه بشید که یک موجود مستقل به نیازی پشت سر این موجود وابسته وجود دارد. خب آقای جوادی عمولی هم میگن که امکان فقری از برهان امکان ماهوی بهتره، که من اصلا قبول ندارم. باز امکان ماهوی یه مقدار منطقی تر بود. این خیلی بهش اشکال وارده و از برخی کاستی های آن مسئول است. مثلا این برهان نیازی به بطلان دور و تسلسل ندارد. خب این که کاری نداره ما بیایم یک ادعایی بکنیم، اثباتش هم نکنیم، بعد مثلا یه گزاره رو حذف بکنیم. قبلی حداقل در این حد منطقی بود که اومد بطلان تسلسل رو فرض کرد و گفتش که ما فرض میکنیم تسلسل محال باشه، گفت پس این سلسله به یک واجبی باید خط بشود. این یکی اومده فرض کرده که ممکن الوجود ها بی واسطه به واجب الوجود چسبیدن. خب اومد سلسله رو کلا حذف کرد با یک ادعا، بعد خب نیازی هم به دور تسلسل ایجاد نشد. خب معلومه شما ادعای بدون اثباتی کردید که دور تسلسل از بین بردید. خب ادعاتون اثبات کنید، ما قبول میکنیم برهان شما قوی تر میشه از اون یکی. این چه ادعایی بودش که اثبات نتونستید بکنید و اثبات نکردید و نمیشه اثباتش کرد؟ کی گفته ممکن الوجود چون نیازمنده به غیره، غیره خودش نباید نیازمنده به دیگری باشه، غیره خودش باید واجب باشه؟ نه، ممکنه غیره خودش هم ممکنی باشه که حالا وجوب بالغیر پیدا کرده باشه، یعنی از غیر وجوب گرفته باشه، وجود گرفته باشه، حالا شده باشه واجب الوجود بالغیر و بیاد حالا به این یکی وجود بده. حالا این اشکالش کجاست؟ خب یک تقریر دیگه هم اینا ارائه کردن. این تقریر که دیدین گفته که این تقریر به دور تسلسل احتیاج نداره، به خاطر اینکه مقدمه ای داشت توش که ادعای محض بود و غلط بود اون مقدمه، ما این مقدمه‌اش رو نپذیرفتیم. تقریر دیگه اینها بیان کردن، گفتن که موجود یا واجب الوجود به ذات است یا واجب الوجود بالغیر. نکنید یک موجود رو در نظر بگیرید، میگه این که موجوده یعنی تو حالا به وجود اومده، حالا این که به وجود اومده یا واجب الوجود به ذات یعنی خودش به وجود اومده، حالا شما اون حالت رو در نظر بگیرید که این علت نداشته باشه، تصادفی به وجود اومده باشه، یا واجب الوجود بالغیر یعنی علتی داشته که این به وجود آورده. خب این حرف بدی نیست. البته گفتم این ذات فقیر و اینا رو شما فعلا به همون معنی علت داشتن علت نداشتن بگیرید. اگه بخوایم ذات رو مفهوم و اینا ترجمه بکنیم، واجب و اینا رو معنی اصلی ترجمه کنیم، باز به اشکال میخوریم. فعلا اینا رو شما همین علت داشتن و علت نداشتن در نظر بگیرید تا بتونید یک معنی برداشت بکنید. بعد میفرماید که در مجموعه ممکن الوجودها، این واجب وجودهای بالغیر رو اسمش گذاشت ممکن الوجودها. باز این ممکن الوجودها فرق داره با ممکن الوجودهای خود برهان وجود امکان. اونجا ممکن الوجودها ممکن بود که وجود نداشته باشن ها، اینجا میگه نه، ممکن الوجودهایی که وجود دارن، واجب الوجودهای بالغیر، به اینا میگه ممکن الوجود. میگه تو این مجموعه ممکن الوجودهایی که وجود دارن بدون واجب الوجود به ذات ضرورتی تحقق نمییابد، در نتیجه هیچ یک از آنها موجود نمیشود. چرا؟ زیرا هیچ یک از آنها خود به خود دارای ضرورت نیست و ضرورت آنها عاریتی است و تا واجب به ذاتی نباشد ضرورت بالغیر و عاریتی تحقق نمییابد. بنابراین باید واجب الوجود به ذاتی باشد تا ممکن الوجودها ضرورت و وجود خود را از آن بگیرن و موجود شوند. این چی داره میگه؟ میگه آقا مجموعه اینا رو در نظر بگیر، تک تک اعضای این مجموعه واجب الوجود بالغیر بودن، یعنی وجود دارن ولی وجودشون رو از دیگری گرفتن. خب تا اینجا درست. میگه چون که مجموعه ما کل اعضاش وجودشون رو از غیر گرفتن، پس این ویژگی رو ما میگیم از روی اعضا برمی‌داریم به خود مجموعه سرایت میدیم، میگیم خود این مجموعه اصلا کلا وجودش از غیر گرفته. این یک اشتباه ریاضی هست، یعنی این که مجموعه تمام اعضاش یه ویژگی رو داشته باشه بعد ما بیایم اون ویژگی رو به کل اعضای مجموعه سرایت بدیم، بس جا غلط در میاد، یعنی اینجوری نیستش که واقعا همیشه درست باشه. به عنوان مثال میگم مجموعه از جرم ها رو در نظر بگیرید، تمام اعضاش در حال حرکت باشن، لازم نیست که خود مجموعه در حال حرکت باشه، یعنی ممکنه دقیقاً نیمی از جرم ها به سمت راست حرکت بکنن، نیمی از جرم ها به سمت چپ حرکت بکنن و مرکز ثقل اینها ثابت باشه که میشه مجموعه کلشون. این حرف از همیشه حرف درستی نیست که بگیم چون همه اعضای یک مجموعه یک ویژگی رو دارن خود اون مجموعه همین ویژگی رو داشته باشه. اینجا داره چی میگه؟ میگه آقا همه اعضای مجموعه واجب الوجود بالغیر هستن. میخواد بگه پس کل مجموعه واجب الوجود بالغیر هست، پس کل مجموعه به یک چیز دیگری وابسته هست. از اونجایی که همه واجب الوجود بالغیرها توی این مجموعه هستن، یعنی بیرون از این مجموعه واجب الوجود بالغیری نیست، بیرون از این مجموعه فقط چیه؟ فقط واجب الوجود به ذات دیگه، چون کل جهان رو شما در نظر بگیرید، جهان موجودات، معدوم ها که توی جهان نیستن، معدوم ها اصلا نیستن، کلا معدوم ها رو بذار کنارش، هر چی موجوده ما داریم راجعش بحث میکنیم، موجودا خودشون دو دسته میشن دیگه، یا واجب الوجود های بالغیرن یا واجب الوجود های به ذاتن. واجب الوجود های بالغیر یه دایره دورشون میکشیم، میگیم که تمام واجب الوجود های بالغیر این تو هن. از اونجایی که همه اینها واجب الوجود بالغیر هستن، پس مجموعه اینها هم واجب الوجود بالغیر هست، یعنی خود مجموعه اینها هم خودش نیازمند به دیگری است. اینو باید بگیم ها، اگه این نگیم یعنی این مجموعه نیازمند به دیگری هست، نگیم برهان کامل نمیشه. بعد چون که مجموعه اینها نیازمند به دیگری هست، پس مجموعه اینها نیازمند به دیگری هست. حالا دیگری چی میشه؟ دیگری فقط واجب الوجود ها میمونن دیگه، واجب الوجود های به ذات میمونن. پس این مجموعه به اون به ذات ها وابسته هست.
است. ببینید یک حالتی رو من به شما مثال میزنم که این حرف درست نباشه. فرض کن تعداد واجب الوجود های بلغیر بی‌نهایت باشه، یعنی توی این مجموعه بی‌نهایت ما واجب الوجود بلغیر داشته باشیم. شاید روش محدود ها شما بتونید همچین حرفی رو بزنید، چون توی محدود ها شما نمیتونید تسلسل درست بکنید. توی محدود ها بالاخره هر کدوم از اینها اگر دیگری وجود گرفته باشه، بالاخره عضو انتهایی مشخص میشه. بعد میاد راجع به عضو انتهایی صحبت میکنید و اون وقت یا باید به دور برسید، یعنی به یکی از اعضایی که قبلا از روش عبور کردین برسید و از اون وجود بگیرید، یا یعنی اینکه به خارج از مجموعه باید برید. اگه به خارج از مجموعه برید که به همون واجب الوجود هم میرسه، این میشه همون انگار برهان وجود امکان اولی سینا. اما شما در نظر بگیرید که اینا از همدیگه وجود بگیرن ولی تعدادشون نامتناهی باشه، اینو چجوری میخواین رد بکنید؟ میدونید که رفتار مجموعه ها زمانی که نامتناهی عضو دارن با رفتار مجموعه ها زمانی که متناهی عضو دارن اصلا به همدیگه شبیه نیست. الان شما بدون اینکه بطلان دور و تسلسل رو مطرح بکنید، چجوری میخواید بگید که ما به واجب الوجود ها احتیاج داریم؟ این چیزی که توی برهان گفته دقیقاً همینه، یعنی اصلا کار نداره که ما متناهی عضو داریم داخل این مجموعه یا نامتناهی عضو داریم داخل این مجموعه. این رو به عنوان یک اصل در نظر گرفته، گفته چون مجموعه ما مجموعه واجب الوجود های بلغیر هست، خود مجموعه هم یک واجب الوجود بلغیر هست. ببینید این حرف غلطی است، من چند بار دارم تکرار میکنم تو ذهنتون جا بیفته. اگر ما مجموعه از اعضا داشته باشیم که یک ویژگی داشته باشن، اون ویژگی به خود مجموعه سرایت نمیکنه. شاید بعضی وقتا بکنه ولی همیشه اینجوری نیست. یعنی مجموعه از اعداد فرد خودش فرد نیست، مجموعه است. مجموعه اصلا فرد و زوج براش معنی نداره، مجموعه مجموعه است، اعداد طبیعی هستن که فرد و زوج براش معنی پیدا میکنه. این حرف اشتباهی بوده که اینا این حرف اشتباه رو درست انگاشتن و با این حرف اشتباه، خب بله، بدون بطلان دور و تسلسل به این نتیجه رسیدن که ما به واجب الوجود به ذات نیاز داریم. اما اگر ما این حرف اشتباه رو نزنیم، یعنی نگیم که مجموعه واجب الوجودهای بلغیر خودش بلغیر هست، یعنی خودش نیازمند به دیگری هست، اون وقت فرض میکنید که ما بی‌نهایت عضو داریم توی این مجموعه و اینها به صورت تسلسل دارن از هم دیگه وجود میگیرن. تسلسل رو ما محال نمیدونیم، چون خودش خود بدون نیاز به بطلان دور تسلسلی ما تسلسل اینجا محال نمیدونیم. اینا هم از هم دیگه دارن وجود میگیرن، هیچ اشکالی هم پیش نمیاد، هیچ نیازی هم به بیرون مجموعه وجود ندارد. بله، تصورش برای ما سخته. چرا؟ چون ذهن ما تسلسل رو نمیتونه تصور بکنه. اما اینکه تصورش برای ما سخته دلیل نمیشه که غلط باشه. که گفتم غلط بودن تسلسل اثبات نشده، درست بودنش هم اثبات نشده. ما تسلسل رو فرض کردیم، اما میتونیم فرض بکنیم که تسلسل باشه. رفتار مجموعه های نامتناهی و رفتار مجموعه متناهی اصلا شبیه هم دیگه نیست. اگر قرار باشه ما از تسلسل استفاده نکنیم، نمیتونیم برهان رو اثبات بکنیم. این راحت بهتون بگم، اینا فکر کردن که تونستن بدون استفاده از دور و تسلسل برهان رو اثبات بکنن. این کار اتفاق نیفتاده. هم توی این تقریر، هم تو تقریر اول که اولین جلسه گفتم، اونجا ما جواد عملی گفتن که ما نیاز به بطلان دور و تسلسل نداریم. راست میگن، نداریم، ولی خب فرضی که کردن که ممکن الوجود بی واسطه به واجب الوجود چسبیده فرض غلطی بود. اون فرض رو نتونستن اثبات بکنن. این تقریر هم تقریرشون اشتباه بود، یعنی این اشکال منطقی داشت. اینکه مجموعه ای تمام اعضاش یک ویژگی داشته باشن دلیل نمیشه که خود مجموعه هم اون ویژگی رو داشته باشه، و اینا از این فرض استفاده کردن، از این مقدمه استفاده کردن توی برهانشون، به خاطر همین به دور تسلسل احتیاج نشد. اما این مقدمه غلطه و یا باید از بطلان دور تسلسل استفاده بکنن، یا یعنی که برهانشون اثبات نمیشه. خب اینم از این. یک چند تا مطلب دیگه خدمت شما از عرض بکنم، تکلیف برهان وجوب امکان رو برای همیشه جمع بکنیم. احتمالاً تا الان متوجه شدین که برهان وجوب امکان اولا چیز خاصی رو ثابت نمی‌کرد، یعنی در نهایت ثابت می‌کرد که حالا مثلا واجب الوجود وجود داره. واجب الوجود هم گفتم اگر ما بخوایم معادل سازی بکنیم تو جهان خارج، بخوایم مثلا بگیم یعنی چی، یا مثلا میشه چیزی که علت نداره، یعنی چیزی که تصادفی به وجود اومده، خب ما اینو قبول داریم، یعنی چیزی که تصادفی به وجود بیاد وجود دارد. خود ما هم تسلسل رو قبول نداریم، یعنی ما هم ادعا می‌کنیم که جهان اینجوری نبوده که تسلسل داشته باشه تا ازل و یک نقطه شروع قائل هستیم برای جهان و اون نقطه شروع هم تصادفی بوده، یعنی تصادفی یک چیزی به وجود اومده و بعد از اون چیز هم چیزهای دیگه به وجود اومده. یا اینکه واجب الوجود رو به این معنا ما معادل سازی بکنیم که چیزی هستش که ازلی و ابدی است، یعنی در همه زمان ها هست، خب ما چنین چیزی رو بهش قائل هستیم، مثلا ماده انرژی یا فضا زمان مثلا. یا اینکه واجب الوجود رو به این معنا ما معادل سازی بکنیم که چیزی که در همه زمان ها و همه مکان ها باشه، خب مثلا اطلاعات چیزی که در همه زمان ها و همه مکان ها هست.
یا واجب الوجود رو به عنوان چیزی در نظر بگیریم که حادث نیست، مثلا قدیمه، حالا به هر حال ممکنه از بین رونده باشه ولی حادث نباشه. مثلا میشه ما انواع تفاسیر مختلفی رو از واجب الوجود ارائه بدیم و طبق تمام این تفاسیر ما هیچ مشکلی با این که واجب الوجود وجود داشته باشه نداریم. حتی معنی اصلی واجب الوجود که گفتم تمام مفاهیم واجب الوجود به ذات هستن، خب تمام مفاهیم واجب الوجود به ذات هستن، ما مشکلی با این مطلب نداریم. خب برهان وجود امکان میخواست ثابت کنه که واجب الوجود وجود دارد، هرچند که ما با اینکه واجب الوجود وجود داشته باشه هیچ مشکلی نداریم، ولی خب برهان وجود امکان هم هیچی رو برای ما ثابت نکرد. تمام مقدماتش پر از اشکال و اشتباه بود، بسیاری از مفاهیم با هم دیگه خلط شده بود، مفاهیم دقیق واضح بیان نشده بود و دیگرانی هم که اومده بودن اینا رو میخواستن درستش بکنن، بدتر زده بودن، جای دیگه رو خراب کرده بودن و خودتون مشاهده کردین که چه وضعی بود دیگه. یعنی تک تک عبارت هایی که تو این برهان بیان میشد، نقد هایی از زوایای مختلف بهش وارد بود و جناب آقای ملا صدرا اومده به ابوالحسین اشکالی گرفته، گفته آقای ابوالحسین شما گفتی که این برهان من برهان صدیقینه، ولی من قبول ندارم که برهان شما برهان صدیقین باشه. چرا؟ چون که گفته که برهان صدیقین مبتنی بر خود وجوده، اما برهان شما بر امکان و مفاهیم موجود اومده استوار شده. شما اومدی از مفهوم ماهیت و امکان استفاده کردی توی برهانت، و چون که از مفاهیم و ماهیت ها اومدی توی برهانت استفاده کردی، من برهان شما نمیگم برهان صدیقین، برهان صدیقین باید فقط از وجود استفاده کرده باشه. حالا چه فرق داره؟ چرا به اون بعد بگیم صدیقین، به این نباید بگیم صدیقین؟ به خاطر اینکه آقای ملا صدرا اومده یک چیزی رو توی فلسفه باب کرده به نام بحث اصالت وجود یا اصالت ماهیت. یعنی اومده گفته آقا وجود اصل یا ماهیت اصل، یک دعوای الکی کاملا بی‌معنی که تقریبا تمام فلاسفه سالها درگیر این هستن، آخرش متوجه میشن که عمرشون رو درگیر یه سری اصطلاحات بی‌معنا کردن. اصلا یعنی چی اصل چیست؟ ماهیت یه چیز، وجود یه چیز دیگه است. ماهیت چیزیه که درون ذهن ماست، واقع چیزیست که به ذهن ما داده میشه، ادراکاتی که وارد ذهن ما میشه، ما بهش میگیم جهان خارج، بهش میگیم واقع، بهش میگیم جزئی. مطالبی که ذهن ما از این ادراکات انتزاع میکنه ما بهش میگیم چی؟ بهش میگیم ماهیت ها، مفاهیم، بهش میگیم کلی. اینکه اصل کدومه اصلا معنی نداره این وسط. یعنی چی اصل کدومه؟ اصل وجود یا اصل ماهیت؟ خب این معنی نداره، دو چیزن در دو جای مختلف. اصل یعنی چی؟ شما بگید اصل یعنی چی؟ اصل بودن یعنی چی؟ تو من به شما میگم که وجود اصل یا ماهیت اصل. اما امثال آقای ملا صدرا و فلاسفه بعد از ایشون ادعاشون اینه که نه، وجود اصل، ماهیت فرعه. و مثلا میرداماد و فلاسفه قبل از ملا صدرا مثل ابوالحسین و اینا ادعاشون این بودش که نه، ماهیت اصل و وجود فرعه. حالا ما اصل و فرع این وسط نمیبینیم، اینا دو تا چیز مختلفن، هیچ ربطی هم به هم دیگه ندارن. ما یک چیزی داریم به نام وجود در جهان خارج که همون ادراکات ما هستش، و یک مفهوم وجود داریم که در واقع اصلا وجود همون مفهوم وجود هست که میاد به این ادراکات ما در جهان خارج هم میشه. فرقش با درخت در چیست؟ درخت به بعضی از ادراکات ما هم میشه، وجود به همه ادراکات ما هم میشه. یعنی من هر ادراکی رو داشته باشم بهش میتونم لفظ موجودان رو حمل بکنم، بیا این ادراکم موجود است، ولی به همه ادراکاتم نمیتونم لفظ درخت رو حمل بکنم، فقط به بعضی از ادراکاتم میتونم لفظ درخت رو حمل بکنم. این فرق موجود با بقیه ادراکات. ولی خب موجودم یک مفهوم ذهنیه دیگه، وجود داشتن یک مفهوم ذهنیه، وجود داشتن که چیزی نیست در جهان خارج. در جهان خارج ما فقط ادراک داریم، ما فقط جزئی داریم، ما فقط تصویر داریم، صدا داریم، سیگنال های حسی، عصبی، بویایی داریم. جهان خارج چیزی نیست غیر از اینها، فقط داده خام جهان خارج. اینا میاد توی هارد مغز ما ذخیره میشه، دونه دونه شروع میکنه تفکیک شدن، بعد تجزیه تحلیل شدن، مفاهیم روش تطبیق میشه، مفاهیم جدید ازش انتزاع میشه و فرآیند بسیار پیچیده‌ای تو مغز ما اتفاق میفته. اصل و فرع این وسط نیست، اینا دو تا چیز کاملا مختلفن. اون ورودی های ذهن ماست، اینم تجزیه تحلیل و فرآیند های ذهن ما. اما آقای ملا صدرا چون که میگفتش که اصل وجود است، اصالت الوجودی هستش، میگفتش که پس چون اصل وجوده، برهان من که امکانو برده توی وجود، این اصل، این برهان من بهتره، پس برهان من برهان صدیقینه. حالا اصلا صدیقین یعنی خیلی خوب، و برهان شما که راجع به ماهیت ها داره صحبت میکنه صدیقین نیست. ولی خب حالا اب نداره، برای اینکه شما ناراحت نشید، برهان شما نزدیکترین برهان به برهان صدیقینه. دست شما درد نکنه ملا صدرا. حالا برهان صدیقین رو هم من تحت یک عنوان جدا و مجزا مطرح میکنم، چون که تقریبا تمام مفاهیمش رو توی این جلسه با هم دیگه بحث کردیم، ولی خب یک جلسه دیگه من برهان صدیقین رو جداگانه مطرح خواهم کرد. اما برهان وجوب امکان تقریبا هیچ چیزی رو تحت عنوان اون خدایی که ما در ادیان بهش میپردازیم اثبات نمیکنه. خدای ادیان صفات یک پادشاه دانشمند قدرتمند فرزانه رو، هم علم داره، هم قدرت داره، هم حکمت داره، هم شجاعت داره، و بعضی وقتا صفات بدی هم داره، مثلا کینه‌توز هست، مثلا منتقم هست، انتقام گیرنده هست، خیلی خشمگین هست، عذاب کننده هست، و بعضی وقتا مثل یک کودک لطیف و مهربان میشه، بخشنده هست، مهربان هست، نزدیک هست، دلرحم هست. بعضی وقتا خیلی عالم و حکیم
حکیمه و قضا و قدرش تغییر نمیکنه. بعضی وقتا انقدر جاهل هستش که سلام مصلحت رو نمیدونه و به دعای یک انسان جاهلی میاد قضا و قدر خودش رو تغییر میده. یعنی تا حالا نمیدونست مثلا ما چیکار بکنه، حالا ما یه دعایی کردیم و اون فهمید که نه مسک اشتباه میکنه، خیلی مادری نیست و خیلی مادر چیز دیگه ایه. میاد قضا و قدر خودش رو تغییر هم میده بعضی وقتا. خلاصه اوصاف دوگانه ای که از خدا در ادیان هست، حالا هر کدومش باز خودش داستان هایی داره، اما هیچ کدومش واجب الوجود بودن نیست و برهان وجوب امکان هم هیچ کدوم از اوصاف دیگر خدا رو نیامده برای ما اثبات بکنه. یک چیز دیگه هم در نظر داشته باشین، اگر ما بگیم که خدا همین واجب الوجود هست، یک مشکلی هم ایجاد میشه. واجب الوجود علت سایر ممکن الوجود هاست و علت باید یک نوع رابطه داشته باشه با معلول خودش. یعنی اگر ما واجب الوجود رو بگیریم علت جهان هستی، علت جهان هستی قطعا باید مادی باشه دیگه، چون علت یک چیز مادی باید مادی باشه. اصلا مادی یعنی چی؟ ماده رو که ما میدونیم یعنی چی؟ مادی یعنی چی؟ مادی یعنی چیزی است که با ماده ارتباط داشته باشه و بتونه در ماده تغییراتی رو ایجاد بکنه و تأثیراتی رو بگذاره. ما به هر چیزی که بتونه در ماده تأثیر بگذاره میگیم مادی. مثلا اشعه X مادی است. چرا؟ چون که میتونه توی ماده تأثیر بگذاره. ما اشعه X رو نمیتونیم مشاهده بکنیم. ما چوب و میخ و سنگ و فلز و اینا رو میتونیم مشاهده بکنیم. اینا مادی هستن. اشعه X رو نمیتونیم مشاهده بکنیم. نمیتونیم لمس بکنیم. اما چون اشعه X میاد روی چوب و میخ و سنگ و فلز اثر میگذارد، ما به اشعه X میگیم مادی. خدایی که به گفته اینها واجب الوجود هست و علت جهان هست، یا خودش ماده هست یا اگر ماده نیست مادی است، یعنی روی ماده تأثیر گذاشته و علت این ماده است که ما میشناسیم. چون که داره روی ماده تغییرات انجام میده، تأثیرات روی میگذاره، پس خدای جهان هستی مادی است و این چیزیه که ادیان سعی میکنن ازش فرار بکنن. یعنی ادیان دوست دارن بگن که خدا به این جهان ارتباط دارد ولی مادی نیست. خود این جمله تناقضه. یعنی چطور ممکنه چیزی با ماده ارتباط داشته باشه و مادی نباشد؟ این خیلی بحث پیچیده است و سوال بی پاسخی است که معمولا فلاسفه اسلامی و فلاسفه خداباور نمیتونن به این سوال پاسخ بدن. این هر چقدر هم سعی بکنن که توضیحات ارائه بدن، تعریف چیز مادی اینه که چیزی که در ماده تاثیر میذاره. علت هم یکی از چیزایی که داره تاثیر میذاره دیگه. پس اون میشه مادی. هر چیزی که در ماده اثر بگذارد ما تعریف میکنیم و به اون چیز میگیم مادی. لزومی نداره که با چشم دیده بشه، فقط چون روی ماده اثر میگذارد ما بهش میگیم مادی. گفتم مثل اشعه X به هیچ وجه دیده نمیشه ولی مادیه. مثل انرژی، انرژی مگه دیده میشه؟ انرژی مگه لمس میشه؟ ولی مادی است، چون باعث تغییراتی در ماده میشود. آیا شما اعتقاد دارین که خدا یک نوع انرژی است؟ آیا شما اعتقاد دارین که خدا یک نوع موج الکترومغناطیسه؟ تصور شما از خدا اینه؟ یا اینکه نه، خدا غیر مادی است. این اصلا خدا هیچ تأثیری روی ماده نداره. پس چجوری خدا است؟ چجوری علته؟ خب این سوالیه که شما باید پاسخش رو بدید. بعضی از فلاسفه اسلامی اومدن گفتن که واجب الوجود همون خدای ادیانه. بعد اومدن این حرفشون رو اثبات کنن. گفتن واجب الوجود از همه جهات واجب الوجوده و همه صفات جمال و جلال خداوند از همین لفظ واجب الوجود میشه استنباط بشه. که برهانهاشون رو اگه شما نگاه بکنید، برهانهای سر تا سر ادعا و غلطه و اصلا برهان نیست. یعنی کسی نگاه بکنه مطالب اینها رو کاملا واضحه که اینا چیزی رو اثبات نشدن، فقط به زور حالا قدرت سیاسی و شمشیر نظامی که در اختیارشون بوده مطلبی رو اومدن سعی کردن علمی جلوه بدن و به خورد مردم جامعه بدن. سعی کردن اونقدر از کلمات پیچیده و قلم به سلم توش استفاده بکنن عوام الناس احساس کنن که اینا دارن اثباتی رو انجام میدن و بهش باورمند بشن. و کسی هم که یک مقدار باهوش بود و میگفته نه این اثبات نیست و شبهه ایجاد میکرده، بلافاصله شبانه از حجره ربوده میشد و گردنش زده میشد و به عنوان مرتد دفع میشد. حالا اینم سرنوشت کسانی که در طول تاریخ سعی کردن از عقل خودشون استفاده بکنن و نقدی به برهانهای علمای اسلامی وارد بکنن. اما واقعا از واجب الوجود بودن علم و دانش و قدرت و این چیزا استفاده نمیشه. واقعا یعنی شما اگر بتونید ثابت بکنید چیزی که واجب الوجود است قدرتمند هم هست، کمال هم دارد، مهربان هم هست، نمیدونم دانا هم هست، خب من واقعا ایمان میارم به خدایی که شما بهش باور دارید. خب کسانی که خواستن برهان وجوب امکان رو نقد بکنن، عرض کردم که بعضیشون اومدن به بطلان تسلسل نقد وارد بکنن که گفتم این نقد رو من خودم نمیپسندم. یعنی من خودم تسلسل رو به عنوان فرض قبول میکنم و انقدر برهان وجوب امکان نقد بهش وارد هست از زوایای مختلف که حالا نیازی نیست ما به تسلسلش نقد وارد بکنیم. تسلسل رو اجازه بدید که برای ما بمونه. ما تسلسل رو نیاز داریم برای اثبات عدم وجود خدا، ما به محال بودن تسلسل احتیاج داریم. ما این رو نه به خاطر اینکه
بخوایم عدم وجود خدا رو باهاش اثبات کنیم بگیم که باشه. نه، به خاطر اینکه مطلبی که با ساختار ذهن ما خیلی سازگار هست، اجازه بدید که ما تسلسل رو، محال بودنش رو فرض بکنیم و اگر نقدی به برهان وجود امکان میخواید وارد بکنید، به مقدمات دیگه این برهان نقد وارد بکنید که به تک تک مقدمات این برهان نقد وارد هست. آقای جوادی عاملی گفتن که فیلسوفان غربی که به برهان وجود امکان نقد وارد کردن، اینا یا ترجمه برهان درست نبوده، یعنی برهان رو نتونستن درست ترجمه کنن به زبان حالا انگلیسی و اونا اشتباه فهمیدن برهان رو، یا اینکه اونا خیلی آدمای نفهم و کوتاه فکری بودن و معنی عمیق برهان رو نتونستن درک بکنن. و اگر کسی بتونه برهان وجود امکان رو درک بکنه، نمیاد این برهان رو نقد بکنه و میپذیره. خب حالا من که انگلیسی زبان نیستم، من خودم مسلط به زبان عربی هستم، سالهای سال در حوزه‌های علمیه دارم مباحث فلسفه اسلامی رو تحصیل میکنم و تدریس میکنم، ظاهرا برهان وجود امکان مشکلش فراتر از مشکل ترجمه یا فهم خوانندگان باشه. ظاهرا برهان وجود امکان در خود محتوایش اشکال دارد. اینو من خدمت آقای جوادی عاملی عرض میکنم که سعی کنن که مخالفان خودشون رو خیلی به نفهمی منتسب نکنن. این کار درستی نیست که هر کسی با انسان مخالفت کرد یا نقدی بر انسان وارد کرد، نقدی به باورهای ما وارد کرد، ما سریع تهمت نفهمی به اون فرد بزنیم. یک مقدار هم هر چند وقت یک باری به این فکر کنیم که شاید ما نمیفهمیم و شاید رقیب داره میفهمه. این برای همه ما واجب هست. من هر چند وقت یک بار در تک تک باورهام تجدید نظر میکنم، سعی میکنم تک تک باورهایم رو به چالش بکشم، شبهه وارد کنم به باورهایم و شبهاتی که راجع به باورهایم هست، اینا رو میام راجعش مطالعه انجام میدم. اینکه آدم خودش رو خدا بینگارد، که آدم خودش رو معصوم از خطا بینگارد و خودش رو عالم دهر بینگارد و دیگران رو جاهل و نفهم فرض بکنه، این اتفاقا ناشی از کوچکی وجود و روح و کوچکی سعه روح اون فرد هست و ناشی از ضعف روحی و ذهنی اون فرد است که به صورت حکم کلی میگه هر کسی مخالف این برهان باشه یا نفهمه یا برهان رو خوب نتونسته بخونه. خب امیدوارم که شما قاضیان خوبی باشین برای این مسئله. برهان وجود امکان من برای شما به صورت کاملا صحیح و صادقانه نقل کردم، نقدش هم به صورت کاملا واضح و بیان برای شما عزیزان نقل کردم. شما خودتون میتونید توی این چند جلسه ای که برهان وجود امکان به درازا انجامید، برید از ابتدا برهان رو بررسی بکنید و قضاوت بکنید، ببینید که آیا ما برهان رو اشتباه متوجه شدیم و اشتباه نقد کردیم یا اینکه نقد به برهان وارد هست. امیدوارم که همواره در زندگی شاد و سربلند و پیروز باشیم. بدرود.